این پرونده مامورین پلیس آگاهی مشهد مقدس موفق شدند یک باند حرفه‌ای سرقت منزل رو شناسایی و تمامی اعضای این باند رو دستگیر کنند و از مخفیگاه این متهمان و اعضای این باند 350 گرم زیورالات طلا، مقادیر زیادی ارز خارجی، 9 دستگاه تلویزیون، 5 دستگاه کنسول بازی، 6 دستگاه لپتاپ، 5 دستگاه تبلت و تلفن همراه هوشمند و مقادیر زیادی لوازم منزل و مدارک شناسایی که و کشف کنند که انشالله در یک پروسه تمامی مالباخته هایی که این اموال متعلق به اونها هست شناسایی خواهیم کرد و این اموال رو تحویل صاحبان اصلیش انشالله خواهیم داد. وسایلتون؟ وسایلان بله خوشبختانه پیدا شد، اکثر جنسامون همش بوده، دو سه قلمش که نیستش. خیلی از این اموال الان کسر داره، همینجوری که شهروندان گفتن فروخته شده مثل تلویزیون. کجا می‌بردی می‌فروختی اینا رو؟ تو سایت دیوار یه دونه تلویزیون رو فروختم. یه دونه بیشتر نه، شما اینجا 1 و 2 و 3 و 4 تا تلویزیون، ولی اونجا 8 تا 9 تا کنترل تلویزیون داریم. برای فروش اموالم باز بای خانم همراهیش می‌کرده به جلب او اعتماد سازی، می‌رفتن به مغازه‌ها یا بعضن توی سایت دیوار، او تلویزیونی که مال جهاز بوده سایت دیوار فروختن، بقیه هم رفتن به سنوف مراجعه کردن. این آقا رو چجوری خریدین؟ 27 میلیون تومان خریدیم، 28 میلیون تومان فروختیم. از کجا فهمیدین که این تلویزیون شما می‌خواد بفروشه؟ زنگ زدن بهمون گفتن یه تلویزیون داریم تو گلبهار، نمی‌دونم گفتم ما گلبهار نمیایم، اگه بیایم 500 تومان از این رفت آمد. شما وقتی اوردن فروختن مدارک شناسایی مسابقه دادی با تصویر خانم؟ نه دیگه، فاکتور را به ما دادن به همون اسم همین خانم بودش. توصیه ما به واحدهای صنفی رعایت موارد قانونیه، چون طبق ماده 662 قانون تعزیرات هر فردی که در واقع خرید و فروش کالاهای دست دوم رو در حرفه خودش که قرار بده و اطلاع داشته باشه از این که این کالاها در واقع ممکنه کالاهای مسروقه باشه، اعمال قانون میشه طبق ماده 662 قانون تعزیرات. آقا درود بر شما، مخلصیم. بفرمایید که کالای کار کرده و دست دوم و اینا هم می‌خرید؟ بله. بعد با چه شرایطی مثلا یه نفر که به شما مراجعه میکنه مدرکی هم ازش میگیری، مدرک شناسایی رو عرض میکنه؟ بله مسلما میگیریم ازش، بایستی کارت ملیش رو بده و کارت بانکیش، و کارت بانکی با انگار اون شماره کارت و مشخصاتی که میده یکی باشه. یعنی اسم کارت بانکیش و کارت ملیش یکی، مثلا همون کسی که کارت ملی داره کارت بانکیش رو بده. بله بله. در رابطه با اصنافی که کالای دست دوم بخون خرید داشته باشن چند نکته قانونیه. یک نکتهش از طرف پلیس آگاهی دفاتر قانونی پلم میشه، در اختیار اونا قرار میگیره که باید احراز هویت فردی که کالا رو به این در واقع واحدهای صنفی میاره برای فروش مشخصاتش رو درج کنن در اون دفاتر که تحت نظارت باشه و بر اساس کد ملی و کارت شناسایی که ارائه میده باشه، که اینها به صورت مرتب از طرف دستگاه نظارتی در واقع نظارت میشه. همه این مواردی که شما گفتین رو میدونن؟ ممکنه کسی باشه که کار اینطوری انجام بده و ندونه؟ در این رابطه بخشنامه‌های متعدد زدیم، بخشنامه‌های در این خصوص بر اساس جلساتی که تشکیل میشه و بخشنامه‌هایی رو به کل اتحادیه زدیم، اون هم به افراد در واقع تحت پوششون به اعضاشون موظفن که اطلاع رسانی. کسی نمیتونه بگه من خبر نداشتم. نه. شما دستورالعمل خاصی برای خرید لوازم دست دوم بهتون داده؟ هیچی ده، هیچ دستورالعملی نداده که چی؟ میکنیم ببخشید جان، این یه ضعفه. یعنی واقعا بعضی از این بچه هم نمیدونن. باید نسبت به رعایت موارد قانونی و ثبت مشخصات فروشنده و خرید فروش‌های خودش در این دفاتر اقدام قانون انجام بده، در دفاتری که به صورت قانونی از طرف پلیس آگاهی در اختیارش پرم شده قرار میده. گفتن یه دفتری هست که نیروی انتظامی داده که کالاهای اینطوری رو ثبت کنین، از اینا دارین؟ داریم، خود اتحادیه داره یک. شماها گفتن به همه مغازه‌ها دادن؟ نه خیر، هم چیزی نداره. شما اصلا ندیدین و نشنیدین هم چیزی؟ شما شنیدم این رو. شما چی اون دفتری که گفتن برای ثبت و اینا ندارین؟ ما چیزی ندادن، نه. اینجور چیزا رو اتحادیه بهتون خبر میده؟ آره تو کانال اتحادیه میذارن که اگه با شما بخوایم بریم دریافت کنیم. راحت این وسایل رو میفروختین؟ یعنی مالخر انقدر راحت میخره؟ با کارتون بودن و راحت میفروختم جناب. کارتون نداره خیلی هاش. لپتاپ کارتون نداره. این لپتاپ ها الان امروز رفتن بچه ها از خیابان سعدی از اون مالخر گرفتن آوردن. خب الان بیشتر از این هست که فروخته شده. خب اینا که کارتون نداره، اینا چجوری میفروختین؟ بله از چی؟ از من مدارک میگرفتن بابت اینا. مدارک یعنی چی؟ مدارک شناسایی میگفتن باید بدین که ما مثلا کارت ملی و شناسنامه اینا داشتی؟ همین شهروندو بودن که اون مال باخته کنترل میکردن با چهرهت یا نه؟ همچون فهم میگرفتن میگرفتن و میدادن دیگه، کنترل نمیکردن.
شما مغازه داری؟ بله. کجای مغازه شما؟ سعدی. مغازه سعدی. چی خریدی شما از این؟ باکسی 160. دستگاه رو انگار چون زن و شوهر بودن اطلاعات آوردن، حالا یه کارت ملی، اصلا اون که اصلا مشخص نیست. ما اطلاعاتشون رو میگیریم، دستگاه رو انگار دو روز 48 ساعت مهلت میگیریم که ببینیم درسته یا نه، سالمه، ببینیم مثلا کسی انگار به عنوان حالا از آگاهی از چیزی دنبالمون جنس مسروقه باشه یا نباشه دنبالش نیاد. یکم که ایشون بعضن که خیلی سختگیرن، خب اشتباهه، الان مال خری به اونها عنوانش اطلاق میشه و درست هست و قابل تعقیب هستن، ولی بعضن که به زعم خودشون خیلی سختگیری تر میکردن، یک کارت شناسایی میگفتن شما به ما بدین یک کپی شما داشته باشیم. خب کارت شناسایی مربوط به همون شهرونداست که از خونه سرقت شده، کارتی که آوردن به شما دادن کارت سرقتیه، اصلا مدارک مال غیر هست، مربوط به شهروند هست. دوشو پیدا شد. خب بعد چه روزی سرقت شد؟ پنجشنبه 25 آبان. بازم آخر هفته. خودش اعتراف میکنه حدوداً 15 تا 20 مورد، ولی اون شاکیایی که ما الان شناسه کردیم بیشتر از این هست و حدس ما این هست که بالغ بر 30-40 مورد هم مراجعه کنن، چون بعضن الان اینجا مدارکشون هست ولی اموالشون نیست، فاکتور تلاجاتشون هست که ما باشون تماس گرفتیم، طلا رفته فروخته شده با فاکتور، فاکتورشو پیش خودشون نگه داشتن، صاحب فاکتور گفته که از من قبلا سرقت شده، طلا هم سرقت شده، یک سری وسایل دیگه هم سرقت شده، که اونها بعضن هنوز مراجعه نکردن. سرقت های منطقه بلوار فرامرز، بلوار جانباز و خیابون های فرعی مثل مهدی سمانه، خب کار همین باند هست که الحمدلله با تلاش همکاران متلاشی شد. اتفاق دیگه‌ای که افتاده بوده که بعضیامون این اشتباه رو می‌کنیم، فاکتور طلا رو داخل جعبه طلا تو خونه نگه می‌داریم. خواهشمندیم از نگهداری فاکتورهای خرید زیورالات طلای خودشون و سایر اموال ارزشمندی که دارن در مجاورت و در کنار اموال و طلاهای خودشون قرار ندهند. ارزونتر فروخ که به شما جلب توجه. آقا 400,000 تومان کسی که به ما میفروشه فرقش بوده. جرم مال خری نگفته پایین تر از حد ممکنه، مال مسروقه. حالا شما باید اینا رو بررسی بیشتر میکردی. یک نفر خب کارتون از کارتونم دو پلم بود. بله تلویزیونی که جهازه است، از تو جهاز جهازه اون بنده خدا بوده. متهم هم داره میگه ما که رفتیم بفروشیم یک مدرک شناسایی هم بی آقا نشون دادیم، ولی مدرک شناسایی که ایشون نشون، تو چرا مدرک شناسایی از اینا خواستی؟ مدرک شناسایی وقتی میخوای شما این هویتشون رو شناسایی کنی، اصلا پول به حساب و مدرک نرفته، پول به حساب یکی دیگه است. مدرک شناسایی مربوط به که مال باختگانه. مثلا اگه کارت ملی من آوردن پولم باید فقط به حساب من بریزه. بله. ایشون هم می‌خواست به این طریق به همون برسه ولی اشتباه کرده. حتی اون مدارک شناسایی هم شما باید بالاخره به عنوان مدارک هویتی، پس عکس برای چی الساق میکنن؟ شما باید عکسش رو یک تطبیقی به هر حال بدی به اون مشخصات که آیا با این همخوانی داره. ما الان تو همین برنامه‌ای که خدمت شما هستیم، اون بندگان خدایی که این چیزا رو خریدن اصلا به عنوان معذرت میخوام مالخر و گرفتاری و دادگاه میگه زندان با دستبند پابند بردن همکار ما رو. بله داره این چیزا، ما خودمون هم ترس و لرز داریم. 6 تا 3 سال حبس داره و 74 ضربه شلاق داره. حالا دیگه بر اساس اگر حرفه خودش رو قرار بده بر اساس خرید فروش این کالا و بدون رعایت موازین قانونی، مجازاتش هم تشدید میشه. تنهایی نمیتونه این همه مشکلات و معضلات اجتماعی جامعه رو حل بکنه. 26-7 سازمان هستن که کنار پلیس باید همکاری بکنن. اون چیزی که ما بیشتر انتظار داریم، انتظار همکاری شهروندان عزیزمون هست. هر کجا معضلی، مشکلی، اجتماع نامعقولی هست که احساس میکنن ورود پلیس باعث میشه که جمع‌آوری بشه و در بحث اجتماعی تأثیر بسزایی داشته باشه، میتونن از طریق تلفن 110 به همکاران من اطلاع بدن. مطمئن باشن ضمن بررسی در اسرع وقت خدمتشون حاضر خواهیم شد و اون موزل رو اونجا پاکسازی خواهیم کرد.